اسمشو نمیگه، خودشم نمیدونه به دیدن کی اومده. موبایلم نداره، قبول نمیکنه دکتر معاینش کنه. خب ما هم امروز صبح به پلیس خبر دادیم. انشالله همون کسی باشه که شما دنبالش میگردین. خدا کنه. بفرمایید. آه خدا رو شکر. عایشه خانم نمیدونین چقدر دنبالتون گشتم. آقا آلب، خوب شد که اومدین. من احساس خیلی عجیبی دارم. تو رو خدا منو زودتر ببرین خونه. به خدا خیلی خستم. منو اینجا زندونی کردن. اگه شما نمی اومدین ممکن بود اتفاقای خیلی بدی بیفته آقا آلب. خیلی خوب باشه، پاشو بریم عایشه خانم. بریم. تو رو خدا بریم. از اینجا بریم. بریم. این داروها رو بیار. باشه. عزیزم، خوشگلم احمد، اومدی؟ اومدم عزیزم. دلم واسه تنگ شده بود. منم. منم دلم تنگ شده بود. زینب؟ میدونی ساعت چنده؟ نمیخوای بری خونه؟ ملتم، میخواستم یه چیزی بهت بگم. من میتونم یه مدتی تو اتاق محمد بمونم؟ باشه. زینب؟ چی شده؟ نکنه خونه رو ویل کردی؟ منو ببین. صبحم چرت و پرت میگفتی. میگفتی سینان با دخترها میره گردیش؟ چی شده؟ نمیخوام چیزی بگم. تو رو خدا بس کن دیگه. حداقل بذار رابطه یکمون که خوب پیش بره زینب. تا وقتی زنایی مثل تو باشه میخوای چه جوری پیش بره؟ یادت رفته عروسیم به خاطر تو خراب شد؟ عجب آدم کینه‌ای هستی. اگه من نبودم یکی دیگه این کارو میکرد. توسط آرزو منو گول زد. آلفم الان دوری یه خانم دیگه میچرخه. یعنی چی؟ دیروز تو کافه دیدمش. با دستمال دهن اون زن رو تمیز میکرد. ولی عاشق منی. پس مشکلی وجود نداره دیگه. همینطوره. زینب. باشه آروم باش. داری خودی تو اینجوری از بین میبری. سینان دیگه منو دوست نداره. هر روز یه زن رو ملاقات میکنه، به من میگه به خاطر کارمه. ببین رو پیشونی من نوشته احمق ها نوشته. خب شاید سینان داره راست میگه. اینجوری داره با اون زن خیلی خوش میگذرونه. خودم با چشمای خودم دیدم. سینان دیگه واسه من تموم شد. حتی دیگه قیافش رو نمیخوام ببینم. اونو دیگه نمیبخشم. باشه آروم باش، میرم برا تو بیارم. باشه آروم باش. خدای من. خوش اومدین. خیلی خوب ما اومدیم. عایشه خانم بیاین اینجا بشینین. نه من کار دارم. خواهش میکنم یه دقیقه بهم اجازه بدین. ببینم کجا بود. تو بیمارستان بود. پلیس بهم زنگ زد.
گفت با مشخصاتی که دادین یکی تو بیمارستان پیدا شده. رفتم اونجا. هم اسم و هم آدرس خونش رو فراموش کرده بود. دکترام یه اتاق بهش داده بودن. اونجا نشسته بود. فکر کنم رفته بوده دیدن آقا صابر، اما یادش رفته بوده که برای دیدن کی رفته بوده اونجا. سوده نباید در مورد صابر چیزی میگفت. شمام نباید چشم ازش بر میداشتین. بارها بهش زنگ زدم، کل روز خواب بوده. من تو آشپزخونه بودم، نمیدونم کی رفته بیرون. باشه فهمیدم، یکی رو میذارم دم در. به نظرم اینجوری خیلی بهتره. آیشه خانم، خیلی نگرانتون بودم. راستش نمیدونم چی شد، اصلا نمیدونم چم شده. یعنی مطمئنم گوشیمو گذاشته بودم تو کیفم، ولی وقتی دیدم نتونستم پیداش کنم. خب راستش شماره یه هیچ کسم نداشتم. خب همینطور سرگردون و حیرون بودم. عایشه خانم بی خیال دیگه. سراب خانم، عایشه خانم گوش نشه، زود یه چیزی آماده کنین. بیاین بشینین. امروز شاهد حادثه تجاوز دلخراشی در مرکز شهر بودیم، ولی خوشبختانه مردم خیلی زود به کمک این زن رسیدند. جوانهای محله به او حمله کردند و تا می توانستند تا سرحد مرگ او را کتک زدند. با آمدن پلیس مردم متفرق شدند و پلیس شخص متجاوز که وضعیت خیلی وخیم داشت را به بیمارستان منتقل کرد. خدا خیرشون بده، باید همونجا می کشتنش. اینو باید میدادن دست من. من خودم میدونستم باهاش. ببین یه بار اینجا رو ببین. این پارک دوتا خیابون پایین تر از خونمون نیست؟ آی آره، من اینجا میرفتم قدم زدن. این همون آدم نیست، به خدا همونه. سرفم گرفته. کی؟ نه راستش من اشتباه کردم. نه نیست، اون نیست. ببینم، شما قهوه نمیخورید؟ میخوریم. واسه منم بیار دخترم. میارم بابا جی. ساده باش. بیا. به خدا اگه دستم به این آدم احمق برسه. منو ببین، اون آدم تو فیلم که کتک میخورد سلیم نبود؟ آره خودش بود، سزای کارشو دید. دلم حسابی خنک شد. دیگه یادش باشه از این غلطا نکنه. منو ببین، تو که دیگه ملاقاتش نمی کنی؟ نه دیگه، خدا لعنتش کنه. خوبه، هرچند وقتی هم از بیمارستان بخواد بره خونه حتما خانومش پدرشو در میاره. راستش زنش با دیدن این خبر کتکش میزنه یا میندازتش بیرون، نمیشه حد زد. قهوه درست کنم؟ آره درست کن. خونه رو خالی کردم، حالا دیگه با خیال راحت میتونی وسایل تو ببری. چی شده؟ چرا داری میخندی؟ چیزی نیست. واسه من قهوه درست نکن، تو باباباد بخور، من میرم بیرون و بر میگردم. ببینم تو داری کجا میری؟ مونو؟ خیلی خوب، موقع غذا خوردنه. حالم به هم میخوره، نمیتونم غذا بخورم. مجبوری یه چند تا قاشق بخوری. گشنه که نمیشه دارو خورد. همیشه انقدر غذا میخوره؟ این آخری ها اینجوری شده، هرچی میخوره بالا میاره. داروهای دکترو میخوره؟ ببین اینجوری نمیشه، باشه؟ تو باید به خودت برسی.
داروهاتو باید به موقع بخوری، فهمیدی؟ بخور دیگه، بخور. به خودت فشار نیار. و تو نباید اصلا خودتو خسته کنی، باشه؟ باید استراحت کنی، وگرنه بچه رو از دست میدیم. مگه این آدم نرفته بود؟ نکنه این زن داره با هم بازی میکنه؟ وای وای، نکنه لامپای خونه رو روشن گذاشته؟ پرداخت قبض برقم که با منه. آه زینب، خودم میدونم چطوری این کارتو تلافی کنم. وای خدایا، ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا هنوز نرفتین؟ شب تو هم بخیر آبجی جون. خواب دیدی خیر باشه، ما جایی نرفتیم، هنوز همین جایی میبینی. های ماشالله، شما زن و شوهر امشب خیلی عجیب و غریب شدین. ببینم اون زینب خانومت کجاست؟ نکنه شما دوتا امشب میخواییم سر به سرم بذاریم؟ ببینم آبجی، تو چی داری میگی ها؟ زینب چند دقیقه پیش به هم پیام داد، گفت بیا خونه رو خالی کردم. معلومه چی داری میگی؟ میبینی که هنوز اینجاییمونم سر کار، چند دقیقه دیگه میاد. وای وای، بذار ببینم. رفته. من صبح تا حالا چی دارم بهت میگم ها؟ ها الو فولیا، سلیمو تو تلویزیون دیدی؟ چی؟ نه ندیدم، چی شده؟ باشه بهت میگم دیگه، دیروز در موردش با حرف زدم، امروز همچین بلایی سرش اومد. میدونم تو هم تو این کار دست داری، تو رو خدا بهم بگو چجوری این کارو کردی ها؟ آی نه عزیزم، من چیزی نمیدونم، تو اخبار گفتن؟ چوب خدا صدا نداره دیگه، یه دقیقه ازم، چی شده امره؟ من میرم پیش سینان حالشو بپرسم، تو راحت حرف بزن. باشه ولی دیر نکنی. باشه. خب چی میگفتی؟ اون چرا به تو خبر داد؟ زود بهم بگو، تو به اون دختر چی گفتی؟ میخواستی بهش چی بگم؟ وای وای، باور کن خودش بهم پیام داد و گفت که خونه رو خالی کردم. آخه چرا این دختر باید به تو پیام بفرسته ها؟ چرا فکر میکنه اول باید به تو خبر بده؟ یعنی یه کاری کرده که اون بهت داره خبر میده؟ نمیدونم تو با اون دختر چی کار کردی که نتونسته به تو بگه و به من گفته؟ یعنی اینقدر ازت دل خوره؟ از من عصبانیه، اینا میدونم، اما نمیتونه با من این کارو بکنه. زینب این کارو با من نمیکنه. تو این کار دست داری، من مطمئنم آبجی. وای خدای من، تو نمیتونی از خانومت مراقبت کنی؟ تو این گناه من بیچاره چیه؟ بی خیال دیگه تو رو خدا. آ
آره زنگ بزن، زنگ بزن، منم جواب میدم. تو چرا گوشی تو جواب نمیدی عزیزم؟ دختر خوشگل خودمی. میشنوم سینان. ملتم، زینب رفته بیرون؟ نه همینجاست، ولی رفت که بخوابه، شاید خوابیده باشه. یعنی خوابیده؟ میخواد اونجا بمونه؟ بله، با چمدونش اومد، گفت میخوام چند روز اینجا بمونم. چی شده؟ تو از جون اون چی میخواد؟ آخه من که کاری نکردم ملتم. چی شده؟ به تو چیزی گفت؟ نه چیزی نگفته، ولی وقتی اونجوری ناراحت دیدمش گفتم یه چیزی شده. خب بگو چی شده؟ خیلی خواه، به هر حال باشه، وقتی بیدار شد بهش بگو به هم زنگ بزنه. باشه؟ باشه باشه، میگم فعلا خدافظ عزیزم. ببین فقط من تنها نیستم، آدمای زیادی تو این دنیا که تنها موندن. مگه نه دختر خوشگلم، اینطور نیست؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ بیا تو داداش، بیا بیا. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ زینب گذشته رفته. یعنی چی؟ خب چرا این کارو کرده؟ میگم تو نمیدونی الان کجاست؟ فعلا رفته خونه ملتم. گفتی خونه ملتم؟ آره، میخواد اونجا بمونه. خب پاشو داداش، بیا بریم بیاریمش. کجا بریم داداش؟ انگار زینب رو نمیشناسی، اگه بریم اوضاع بدتر میشه، اون نمیاد. منو ببین داداش، اولین قانون عروسی اینه که نباید از هم دیگه ناراحت باشین، وگرنه هر روز این کدورت بیشتر میشه داداش. چی میگی؟ یالا پاشو بریم دیگه. من که دارم میگم نریم بهتره، من حس خیلی بدی دارم. ببین داداش، همسرت خونتو ول کرده رفته، چی داری میگی؟ باشه باشه، باشه که بریم، باشه بریم. الو بینور، من چند روزه میرم خارج از شهر، بچه ها دستت امانتن. منو ببین دکتر، اصلا دوست ندارم بدونم پیش اون زنی، اصلا. همون جاییم که لازمه باشم، چند روز دیگه هم برمیگردم. اگه بچه ها پرسیدن بهشون بگو که به خاطر یه عملیات رفته بیرون از شهر، هرچند من به جان زنگ میزنم. گوش کن چی میگم، چارچشمی حواست بهشون باشه، نمیخوام چشم ازشون برداری. گوش کن چی دارم میگم، خدا یکم عقل و منطق بهت بده. باشه باشه، تو نگران نباش، حواسم بهشون هست. ببینم چی شده. کیه؟ درو باز کن، منم سینان. نه باز نکن، باز نکن. تو دیوونه شدی؟ این وقت شب اومده دم در، حتما کار داره، وقت تو نمیخوای راش بدی؟ تو چرا مثل آدم صبح نیومدی؟ اینجا مدرسه است. ملتم تو دخالت نکن، برو کنار، میخوام بیام تو. زینب جایی نمیره. یعنی چی زینب جایی نمیره؟ تو همین سه ماه پیش اسارت غلط دادی که اون دختر تو زندان بمونه ها؟ زود باش از سر رام، برو کنار. یالا چقدر دوست دارین در مورد گذشته حرف بزنی؟ خواهشن یه کمی به خودتون بیای. زینب تو نمیتونی با من این کارو بکنی. اگه چیزی خواستی صدام کن. باشه
یعنی بهم اعتماد نداری؟ گفتم موضوع کاریه، اما هنوزم داری حرف خودتو میزنی. من بر نمیگردم. وقتی اون کارو ول کردی میام. ما در موردش حرف زده بودیم دیگه. پس سام این کارتو ول کن. اینجوری میشه؟ چه ربطی داره؟ من اینجا موقع کار با مردو خوش نمیگذرونم. چه ربطی داره؟ من توسط پیام خواهرم میفهمم که تو خونه رو ترک کردی. ببین عزیزم، خانومم، تو فکر کردی من دل سرد شدم و همه چی تموم شده؟ آره تموم شد. من تو رو با یکی دیگه دیدم چی کار میکردم؟ پشیمون میشی. وقتی این عملیات تموم شد حتما پشیمون میشی. بچه گریه میکنه. حتما ملتم رفته دستشویی. صبر کن، داری کجا میری؟ نکنه خدمتکارشی ها؟ خودش مراقب بچهش باشه. یلا بیا بریم خونه. چرا؟ وای وای، یعنی تو این زندگی همه خدمتکار همدیگه نیستن؟ مثلا به تو دستور میدن تو هم میری و با اون خانومه میشینی سر و کله میزنی، زندگی خودتو تو خطر میندازی، اینطور نیست؟ آه. باشه دخترم باشه. آی زینب بس کن دیگه، حداقل تو گریه نکن، هر دوتون دارین گریه میکنی. باشه دخترم باشه. ببین سینان رفت دیگه. باشه، ببین اینجوری که نمیشه، برین یه جای دیگه مشکلتون رو حل کنی. اگه اینجوری هر دفعه بخواد بیاد دم در مدرسه کلامون میره تو هم. های باشه، من از اینجا میرم دیگه نمیاد. باشه عزیزم، گریه نکن، آروم باش. اشتباه کردم، حرفتو قبول کردم و رفتم. همه چی بدتر شد. داداش اینجوری نگو دیگه. چی کار کنم داداش؟ دارم میگم اون همه چیو از بین برده. اینجوری همه چی بدتر میشه. من میدونم، من اونو میشناسم. دقیقاً بهت چی گفت؟ گفت یا من یا کارت. پس دوباره برمیگردی آژانس دیگه نه؟ ای بابا، مگه من چی گفتم؟ خواستی بری بهم خبر بده، من زود میام. شعله، سلام علیکم. علیک السلام، بفرمایین، خوش اومدین. این شیر تازه است؟ آره مال امروز صبح، تازه است. اینو میخوام. تخم مرغ هم تازه است؟ آره تازه است. بذار تو نایلون. بفرمایین. از کجا میتونم نون پیدا کنم؟ اینجا هر کی خودش نون میپزه. اگه میخوای نون تازه هم داری. اوه، یعنی چی اگه میخوای؟ من عاشقشم. اگه باش کرم باشه دیگه اوف. آه صبر کن، یکم داریم. پنیرم میخوای؟ چی داری میگی؟ بیار بیار. پنیرم بیار. زیاد بیار. خواب نمیبینم واقعا. خودتی احمد،
قبل اینکه سرد بشه بخور. خودم آمادش کردم. ببینم شغل دکتری رو ول کردی و الان چسبیدی به آشپزی؟ پول خوبی توش اینه میدونستی؟ من کارهای خیلی زیادی بلدم، تو نمیدونی؟ کسی جلوتو گرفته؟ بگو تا منم بدونم. به یه شرط. بگو. دختر یا بچه؟ به خاطر فهمیدن این الان یکم زود نیست دکتر جونم. پس حالا یه پیشنهاد برات دارم، میخوام ببوسمه. هر چقدر میخوای شکنجم کن، نمیگم دکتر جون. یالا زود باش دیگه. آیا نکن دیگه. باشه باشه، بس احمد قبوله. باشه، نمیتونم بهت نبگم، اما این تخم مرغم نباید سرد بشه. یکم از اون شیرم بخور. باشه باشه بابا. خوشمزه است. آفرین به تو. حالا ببین، از اینا باید بخوری. دهنتو باز کن. برام گل فرستادی، به خدا خیلی خوشبوئن. دارم قهوه میخورم و گلام کنارمن. همیشه به یادتم، هرچند اگه کنارم هم نباشی خواستم که حداقل اون گلا به جای من کنارت باشن. ببخشین پدرتون منتظره. پدرم اومده؟ بله، چند دقیقه پیش اومدن. باشه پلین خانم، بهش بگین چند دقیقه بعد میام. خوش اومدی بابا جون. دختر خوشگلم، من فکر میکردم شاید یه هفته بعد بیای بابا. خواستم زودتر بیام و دختر خوشگلم رو سورپرایز کنم. های بذار ببینم خوشت میاد. بابا اینجوری خیلی لوسم میکنی. یا چطوره، خوشت اومد؟ عاشقش شدم، واقعا عاشقش شدم. خیلی ممنون. بهم بگین سفرتون چطور بود، خوش گذشت؟ خیلی خسته کننده بود، راستش خیلی گرم بود. به هر حال اینا رو بی خیال، شنیدم با یکی رابطه داری. بابا جون هیچی از چشمتون پنهون نمیمونه، کی این موضوع رو بهتون گفت؟ دخترم، من اینو قبلا میدونستم. وقتی برات گل فرستاد گفتم این موضوع خیلی جدیه. سارب یه پسر خوب و با درکه، یعنی همیشه با کاراش سورپرایزم میکنه. فقط همدیگه رو ملاقات میکنیم.
هرچی خیر باشه. دختر خوشگلم، من باید یه زنگ بزنم. میخوام با دوست آشنا بشم. یه روز دعوتش کن. میخوام بدونم اون آدم کیه که قلب دخترمو به دست آورده. باشه بابا. خب کی رفته؟ دیروز. آخه آدم یه خبر میده، نه به هم گفتین سود اینجاست، نه در مورد رفتن اون چیزی گفتین. مامان معلومه من باید تا که اینجا باشم. خب نخواستیم تو ناراحت بشی، به اندازه ای کافی ناراحتی. ای بابا، خب اگه میدونستم حداقل خیالم که راحت بود. حالا که رفته این بیمسئولیتیشو نشون میده، فهمیدی؟ مگه بابام چی کار کرده؟ من که نمیفهمم. ببین خاله بینور اینجاست، منم اینجام. صبح میری مدرسه، برمیگردیم درسامونم میخونیم. ما که بچه نیستیم آخه. باشه، پس براتون یه خونه دیگه میگیری. من اصلا واسه چی شما رو میفرستم اونجا؟ چون که باباتون اونجاست. بس کن مامان. ساکت باش دیگه، حرف نزن. من خودم ازش میپرسم. تو چرا با مامانم اینطوری حرف میزنی؟ تو بهش چیزی نگو، اون خودش آروم میشه. آرول زینب چطوری؟ چطور میخواستی باشم؟ اومدم خونه دیدم بچه ها رو ول کردی رفتی. این دیگه چجورشه ها؟ من الان خارج از شهرم، یه عملیات دارم، یه عملیات فوری. بچه هم که تنها نیستن، بینور پیششونه. چرا به من خبر ندادی؟ چون میترسیدی بفهمم که داری به هم دروغ میگی؟ آره؟ چرا دروغ بگم زینب؟ بر میگردم دیگه، تنها که نذاشتمشون. چرا ازش میترسی؟ ببینید زینب، من الان کار دارم، باید برم عملیات، اگه اشکالی نداره قطع میکنم. به این فکر نکردی که سود اینجاست؟ حال عایشه خانومم خوب نیست، حداقل یه خبر که بهم میدادی. اگه اون زن با پلیس بیاد دم در، اون وقت چیکار کنیم؟ باشه باشه، همه چیو میدونم، صبح برمیگردم همه چیو درست میکنم. زینب ببین، مجبورم قطع کنم، باید برم عملیات. احمد تو چرا ازش میترسی؟ انقدر مزخرف نگو، حق داره دیگه، حق داره عصبانی بشه. بچه همو تنها گذاشتم، ببین چه بلایی داری سرم میری. اگه یکم مراقب کارت باشی، اینجوری نمیشد. شاید واسه دیدن تو این کارا رو میکنم. الان باید مراقب خودت باشی، فهمیدی؟ بعد از ولادت هر کاری خواستی بکن، اما مسئولیت اون بچه گردنته، بفهم. منو باش دارم به کی میگم؟ تو کی مادری؟ اصلا نیستی. من کجا و مادری کجاره؟ منتظر بودم اینو کی به هم میگی؟ آدمی که بچه هاشو ول کرده و اومده اینجا داره اینو به هم میگه؟ از روی حسن نیت اومدم اینجا، الان بر میگردم. برو برو گمش از اینجا. آه داداش بدبخت، ببینم چته اینجا تنها نشستی، تنها داری غذا میخوری. چی شده؟ خانومت بر نگشته خونه؟ نه نیومده، بعد از این تو آشیونه میمونه. آی چی شده؟ چی شد که به اینجا رسیدی؟ چی بشه؟ به هم گفت کارتا ول کن، از این کارم ناراضی بود. منم بهش گفتم ول نمی کنم، همینو بس. به خاطر چی؟ تو که رئیس یه تیم بزرگی، از کدوم کارت خوشش نمیاد؟ نه نه آبجی، اینجوری نیست. من به خاطر کار دارم با یه زن ملاقات میکنم، واسه همین ناراحته. یعنی چی؟
که دارم یه زن رو ملاقات میکنم. این چه حرفیه که میزنی؟ این یعنی این که زینب داره حسودی میکنه. رابطه تون یه خورده عجیب نیست؟ البته که عجیبه آبجی. رابطه یعنی چی؟ یعنی اعتماد دیگه. اگه من به خاطر یه کار با یکی ملاقات میکنم و میگم به تو ربطی نداره، باید درکم کنه و بهم اعتماد داشته باشه. فهمیدی چی میگم آبجی؟ واه واه واه، آی داداش عزیز من، پسرم، اینا کارای عشق. عشق خودت خوب میدونی که عشقم این چیزا سرش نمیشه. به خدا بدون اینکه بفهمه ازت طلاق میگیره. بد نگی که نگفتم. خوب فکراتو بکن. والا خودم هم نمیدونم، هرچی خیر باشه دیگه. این موضوع خیلی اذیتم میکنه، کاش زودتر تموم بشه بره. عکس العملش خیلی عجیبه، حتی نمیذاره هیچ کسی بهش نزدیک بشه. خودش هم اینو خوب میدونه که مشکل روانی داره، واسه همین میترسه دکترها گزارش اشتباه ندن. سراغ سوده رو که نمیگیره. چیزی نمیگه. اون فکر میکنه سوده و صابر الان تو بیمارستانن. مشکل اینجاست که بعضی وقتا فکر میکنه خودش زن آقا هادیه. تو خونم سراب و یه چیز دیگه صدا میکنه. های وای. ملتم زنگ زده. پس من میرم، بعدن حرف میزنیم. تو راحت باش. سلام ملتم خانم، حالت چطوره؟ امروز؟ البته که وقت دارم. ساعت چند؟ جواب سوال پنجمو پیدا کردی؟ تو الان سوال چندمی؟ راستش من تو سوال اول گیر کردم الیس. یکم استراحت کنی؟ تازه شروع کردی. بی خیال ملیس. من مشکلی ندارم. اونه که ریاضیش ضعیفه تویی. اینجوری به خطر میفتی ها. که اینجوری تو خطر میفتیم ها؟ آه الان من بهت نشون میدم که کی تو خطر میفته. وایسا الان میدونم با چی کار کنم. بلم کن. من یه چیزی براتون آورده بودم که بخورین. جان تو چرا رو زمین افتادی آخه؟ من داشتم به ملیس یوگا یاد میدادم. وقتی توی یه دفعه در رو باز کردی تعادلم از دستم افتادم پایین. یه دفعه ای؟ باشه فهمیدم. باشه گفتی یوگا؟ یه روز به منم یاد میدی؟ به خدا وقتی کار میکنم کمرم خیلی درد میکنه. باشه پس اینا رو بدینش به من. خیلی ممنون. باشه ممنون. خب پس ملیس جون من برات اتاق مهمونا رو آماده کردم عزیزم. جان بهت نشون میده. شما هم تا دیر وقت بیدار نمونید چون فردا باید برین سر کلاس. نمیخوان که دیر برسین. آی چی شده؟ چرا داری میخندی؟ نکنه حرف خنده داری گفتی؟ کی داره میخنده؟ ما که داشتیم درس میخوندیم، مگه نه ملیس؟ آبجی ملیس جیغ زد که نکن. آخه چرا جیغ میزد؟ نه 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 عزیزم، جیغ نزدم. آخه چرا باید جیغ بزنم؟ نه من هم چیزی نشنیدم. شاید صدای همسایه بغلی بوده. ملیس جیغ نزد که. اتاقای ما به همدیگه چسبیده است، یعنی من نمیشنوم. اینا دارن چی کار میکنن؟ ای خدای من، منم نمیدونم، اما دارن یکم مشکوک میزنن. خیلی خوب دخترها، حالا دیگه بهتره بریم بخوابیم. به همدیگه شب بخیر بگین. یالا شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شما هم تا دیر وقت بیدار نمونین پسر گلم. همه خوابیدن؟ کجایی بچه ها؟ باباتون اومده. بابا اومد. آه سب کن، داری اشتباه میری. مدرسه که این طرف نیست. امروز میریم گردش. آلپ من امروز هزار تا کار دارم، نمیشی. امروز مدرسه تعطیله. به افتخار شش ماهگی و سلامتی صحرا، واسه این که قرار از این به بعد غذا بخوره رو جشن میگیریم. تموم شد. میخوام یه جشن فوق‌العاده براش بگیریم. آلپ جون میدونی که منظور دکتر این نبود. ما که نمیتونیم هر غذایی رو بهش بدیم مگه نه؟ آه یعنی من حرفاشو اشتباه فهمیدم؟
میشنوم ملتم. زینب جون، میشه ازت یه خواهش کنم عزیزم؟ میشه به جای من تو بری به این ملاقات؟ اتفاقی که نیفتاده نه، یعنی تو بیمارستان همه چی رو به راهه؟ نه همه چی رو به راهه، سهرام حالش خوبه. آلپ میگه بهتره امروز بریم گردیش. ها باشه فهمیدم. باشه من حلش میکنم. امروزم قرار بود شاگردای جدید بیاد نه؟ آره همه چی رو میزه. تو یه بار ببین ولی فوری تصمیم نگیر باشی. خودت یه بهونه ای بیار دیگه. من که اومدم با هم بررسی میکنیم. میبوسمت. پس فعلا خدافظ. باشه خدافظ. ازشون امتحان میگیره و اسم نویسیشون میکنه؟ آهای نه عزیزم، اونجوری هم نیست، ولی یه راه و روشایی داره دیگه. خب اون راه ها چیه؟ غذاشونو خودشون بخورن، خودشونو کثیف نکنن و اینکه خوشگل باشن. اینو داری شوخی میکنی؟ We'll be right back.